کاری که به نام تو کرده ابتدا، یا رب به فضل خیش رسانش به انتها. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خداوند روزیده رهنمای. سلام همراهان بسیار محترم و عزیز تلویزیون جهانی هادی، فرصتی دیگر دست داد تا بنده و همه همکارانم از طریق این رسانه جهانی با برنامه به وقت بیداری مهمان محافل گرم و مؤمنانه شما عزیزان باشیم. در این هوای سرد پاییزی که بیشتر رنگ و بوی زمستان دارد، امیدوار هستیم که محافل شما، زندگی شما و دلهای شما گرم به نور ایمان باشد. یک شنبه شب دیگر هست و فرصتی تا از زلال احکام، از پاسخهایی که جناب استاد رسولی عزیز میدهند، به سوالات شما عزیزان استفاده کنیم. سلام علیکم استاد، شب شما بخیر. علیکم السلام و رحمت الله، شب شما هم انشاءالله بخیر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و همراهان همیشگی، همزبانای عزیز در هر جایی که هستین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جور و صحتمند باشین و امیدوار هستم که مثل همیشه ما را از دعای خیرتان فراموش نمی کنید. در خدمتتون هستیم انشاءالله. بسیار تشکر جناب استاد رسولی عزیز. بالاخره عزیزان وقتی که شما را در برنامه زیارت میکنن، منتظر هستن تا سوالاتی که به عنوان سوالات احکام و سوالات شرعی با واتساپ برنامه بالاخره به اشتراک گذاشتن، جواب خواهش از شما دریافت کنند و بسیار هم در واقع بخشی که شما تشریف میارین بسیار هم پرطرفدار هست. اگر اجازه بدین در همین ابتدا من پول ارتباطی را خدمت عزیزان بار دیگر یادآوری کنم و در محضر شما باشم. خواهش میکنم. مثبت 964 780 255 4013 پول ارتباطی بسیار آشنا در اختیار شما عزیزان از همین لحظه قرار میگیره تا سوالات شرعی خودتانه از این طریق با ما به اشتراک بذارین. البته پول ارتباطی همیشه و در تمام 24 ساعت در اختیار شما عزیزان هست. هر گونه پیامی و هر گونه دلگفته ای دارید و میخواهید که با ما به اشتراک بگذارین، با اساتید محترم، اگر درد دلی دارید، اگر سوالی دارید، اگر در مورد موضوعات مختلف بالاخره نظری دارید، حتما برای ما روان کنین و ما رو مورد تفقد خودتان قرار بدین. یک شنبه شب دیگر احکام و انشاءالله نمبرهای شما بزرگواران بنده میخوانم یکا یک سوالات شما، انشاءالله که با توجه به وقت برنامه برسیم. سوالات بسیار زیاد است، انشاءالله که همه شما عزیزان راضی بوده باشین. جناب استاد آغاز کنیم؟ در خدمتتون هستم، مشکل ندارم. سوال اول از عزیز دل ما، هموطن بسیار مهربان ما از کشور عزیزمان افغانستان هست با نمبر مثبت 93 794 شماره آخر 2911. ایشان فرمودن که ما در یکی از روستاهای بسیار زیبای افغانستان زندگی میکنیم. ظرفی که ما درش خمیر جور میکنیم برای نان، حالا بچه حواسشان نبوده به این ظرف لباس های کثیف شستن، آیا با آب پاک میشه؟ با آب کشیدن پاک میشه یا روش دیگری داره یا اصلا این ظرف دیگه قابل استفاده نیست؟ بسیار سوال خوبی است، ما را و یاد خاطرات ما انداختین و او تشت خمیرایی بله. که مادرای ما، خدا انشاءالله همه مادرها رحمت کند، او خمیر میکدن. بله. جناب ناصری و بیننده عزیز که ممکنه صدای ما را بشنوی و تصویر ما را ببینی، اگه ظرف، خب ظرف آهنی باشه یا مثلا ظرف ارمنی میگیم ما، بله، به اصطلاح همو آلومینیوم، ظرف های ارمنی و آلومینیوم باشه یا پلاستیکی باشه ظرف، خب اینا رو با همی که آب بکشیم، بعد از اینکه نجاستش از بین بره آب بکشیم، خب تمیز میشه. حالا اگر آب کور باشه، آب جاری باشه که یک دفعه در داخل آب بندازیم و بکشیم، چی میشه؟ پاک میشه، هیچ مشکل خاصی نداره. خب اگر آبای لوله کشی و پایپ و گپام باشه، خب وقتی یکی دو مرتبه وقتی آب بکشیم، آب کلی ظرف فرا بگیره و سرازیر شه، خب این ظرف پاک میشه. اگر تیکر باشه، به اصطلاح سفال باشه، ظرف های سفالی باشه و این ظرف سفالی لعاب داشته باشه، دیدیم که لعاب داره که به اصطلاح حالت
ایده داره که آب به سرعت از رویش چی میشه؟ رد میشه. آبای کاشی دیگه به رقم لابه که یه همون رقم است، مثل ظرف پلاستیک، مثل ظرف آهنی، مثل ظرف ارمنی است که به سرعت چی میشه؟ پاک میشه. و اما او چیزی که ما یادم از ظاهرا ظرفای خمیر سابق از چوب بود. بله. چوبی بود. بله. حالا اگر این ظرف چوبی باشه و داخل از این لباس نجس شسته باشن، خود چون ظرف چوبی است نجاست یک مقدار چی میکنه؟ نفوذ میکنه در داخل او ظرف. لذا این رقم ظرف ها را باید یک مدتی بانند داخل آب روان که کل گم و اعضایی که به اصطلاح نجس شده آب داخلش فرو بره و نجاستش از بین بره. و در خدمتتون هستم. سلامت باشین. بسیار تشکر. سوال بعدی ما از هموطن عزیزمان با نمبر مثبت 93774 شماره آخر 6720 هست که سوال کردن، که البته از این سوال، از این قبیل سوالات ما در برنامه گذشته زیاد داشتیم و عزیز دل ما اگر دنبال کننده باشن جوابهاش شاید در برنامه قبل هم دریافت کرده باشن، ولی ما وظیفه ماست که سوال با نمبر خودشان بخوانیم. این هست که سوال کردن که برخی میگوین این روز سعد است، این روز نحس است و از این قبیل گپا. شما بفرمید آیا اینا واقعیت داره؟ چقدر باید اهمیت بدیم یا اصلا قابل اهمیت هم نیست؟ البته ای که ایام سعد باشه یا نحس باشه، در قرآن که دو مورد داریم که فی ایام نحسات که درباره اقوام گذشته که اونا در اثر نافرمانی حضرت حق، بت پرستی، ظلم، تجاوز و کارهای بسیار شنیع دیگه ای که انجام دادن، خب خدای تبارک و تعالی ارادش بر این تعلق گرفت که اینا از صفحه روزگار چی شون؟ معوشن، مثل قوم ثمود و صالح و چیزای دیگه. اگر نحوستی هم باشه برای اونایی که در اون روز چی شدن؟ اینا به اصطلاح نابود شدن و از بین رفتن. اما ای که نحوست از اونا برای ما فعلا موجود باشه، ما دلیلی برای این نداریم. البته ما روایات در این زمینه داریم نسبت به سعد و نحس ایام، ولی بسیار از این روایات از نظر سلسله سند ضعیف می باشن. برخی از اونا اصلا سند نداره، برخی از اینا سنداشون مرسله، که ای چیزایی که حالا ما میگیم اینا اصطلاحاتی است که در علم رجال و علم درایه باید دو چی شوه بحث شوه. در کل این روایاتی که درباره سعد و نحس ایام داریم همینطور زیاد چنگ به دل نمیزنه، قوت نداره، علاوه بر از اینکه بر داستانهای دیگه و روایاتی که از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین روایت شده با اونا ناسازگاری داره. میگه یک منجمی آمد پیش حضرت علی علیه السلام، ظاهرا حضرت جنگ نهروان میرفتن، جنگ با خوارج. گفت من ستاره شناس هستم، به اصطلاح این روز و این ساعتی که شما حرکت میکنید ساعت خوبی نیست، نباید شما حرکت کنید. اتفاقا میگن حضرت علی علیه السلام در حال سوار شدن بر اسب بودن. گفت ما با توکل بر خدای تبارک و تعالی این کار را انجام میتیم و رفتن و بسیار فیروزمندانه از این جنگ برگشتن. لذا خودشان درگیر از این قضایایی که امروز چهارشنبه، سبا دوشنبه، این نحس است نکنن. اگر هم یک وقتی، چون ما در یک اجتماع زندگی میکنیم، بالاخره اجتماع ممکن روی ما چی بگذاره؟ تأثیر بگذاره. فرهنگ روی ما تأثیر بگذاره، آداب و رسوم روی ما تأثیر. اگر یک وقتی به دل ما یک چیزی گشت که والله امروز من قصد سفر دارم یا قصد یک کار دیگر دارم، بهترین راهش اینه که یک صدقه پرداخت کنه و با توکل بر خدای تبارک و تعالی کار خودش چی کنه؟ انجام بده. فقط یک نکته دیگه توصیه میشه که میگن اگر قرار است خطبه عقدی خوانده شود، فرمودن بهتری است که زمانی که قمر یعنی ماه در برج عقرب قرار داره این خطبه را انعقاد ندن، یعنی عقد نخوانن. معمولا در هر ماه قمری دو نیم روز تا دو روز یا کمتر اگر بیشتر ماه در برج‌های مختلف از جمله در برج عقرب چی میکنه؟ درنگ میکنه. همین کارو نکنن انشالله هیچ مشکل خاص دیگه نیست. بله، بسیار تشکر. پس آنچه که بنده از فرمایشات حضرت عالی دریافت کردم این هست که ما کمتر از یک دقیقه وقت داریم تا میان برنامه رو ببینیم، این هست که این اهمیت دادن به نحس بودن و سعد بودن ایام در واقع
قرار دادن خودمان در یک تنگناهایی است که هیچ گونه پایه و اساس روایی نداره. درود باشه. و ممکنه تأثیرم بپذیر، تأثیرم داشته باشه. تأثیرش به خاطر که خود ما، وقتی ما خود ما باور کنیم که اینا لگه بر ممکنه یک اتفاقی برای ما بیفته، خود بدن و خود روحی انسان و خود انسان ممکنه تحت تأثیر چی شوه؟ قرار بگیره و ممکنه کارم چی شوه؟ خراب شوه. نگه والا به خاطر سعد بودن یا نحس بودن چیه؟ ایام لذا زنجیر به دست و پای خود ما نباید ببندیم. با توکل بر حضرت حق کار را انجام بدیم. نهایتش گفتیم اگه به دلش یک چیزی رسید، یک صدقه قبلش نهایت کنه، الله پاک انشاءالله جل و علا کارش به بهترین وجه انشاءالله پیش خواهد برد. انشاءالله. بسیار عالی استاد. با شما خواهیم بود در بخش بعدی. درود باشه. همچنان همراه به وقت بیداری باشید. امشب پاسخگویی به احکام و سوالات شرعی شما بزرگواران داریم. اللهم صل على محمد المصطفى محمد المهدي الله عليه صلوات الله عليه صلوات الله صلوات الله صلوات الله عليه أجمعين. صلوات و درود میفرستیم بر خاندان پاک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و عرض درود احترام مجدد محضر یکایک شما همراهان نازنین رسانه جهانی هادی. خوشحال هستیم که به وقت بیداری را همچنان پیگیری میکنید از این تلویزیون جهانی. به وقت بیداری سعی میکنه تا گفتگوهای تقدیم شما ایزان کنه که بسیار بروز، بسیار مطالب و موضوعات درگیر و موضوعاتی که ما همه ما به نوع این روزها گرفتاران ها هستیم برای ما مطرح شده و سوالاتش از کارشناسان محترم داشته باشیم. جناب حاج آقای رسولی همچنان تشریف دارن و ما سوال بعدی را از مصدر شما میپرسیم. البته این سوال و سوالات دو سوال بعد از آن تقریبا با یک تم و با یک موضوع مطرح میشه. مثبت 93-74-62-12 عزیز دل ما از کشور زمان افغانستان سوالی کردن که در واقع کمی به تعمق و تفکر و تعمل بیشتر نیاز داره. ایشان میگوین که من در یک خانواده زندگی میکنم که امر به معروف و نهی از منکر زیاد جایی نداره و در واقع قبول نمیکنن. چه کار کنم؟ سلام مجدد خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب ناصری عزیز و بزرگوار، ای که فرمودن امر معروف و نهی از منکر را قبول نمی کنن، میتونیم ایره ما تعمیم بتیم که امروز متاسفانه امر معروف و نهی از منکر دو واجب فراموش شده که اگر امر معروف و نهی از منکر احیا شوه، البته ای که میگیم امر معروف و نهی از منکر این مساوی با دخالت و فضولی در زندگی شخصی مردم نیست به هیچ عنوان. امر معروف نهی از منکر خودش چارچوب داره، حساب داره، کتاب داره، به تعبیر ما طلبا حدود صغور داره، یعنی تمام جایش مشخص است. اگر امر معروف و نهی از منکر در خانواده، حالا حتما نمیفهم کوچیک ای بزرگ کلان خانواده کوچیک خانواده چه رقم است، ولی در هر به اصطلاح جایی که باشه و هر رتبه‌ای که باشه، چی پدر باشه، چی مادر باشه، چی اولاد خانواده باشه، یا یک طلبه است که داخل یک خانواده زندگی میکنه، خودش طلبه است، بقیه حرفش گوش نمیکنه، یک معلم صاحب است، هر چی است. در وهله اول جناب حسین، جناب آقای ناصری بزرگوار و عزیز، در امر معروف نهی از منکر زبان خوش و اخلاق نیکو هیچ وقت نباید یاد انسان برای استاد. یک نکته در پیامی عزیز دل ما هست، میگه از من ناراحت میشن وقتی که بنابراین ما باید طوری امر معروف کنیم و نهی از منکر کنیم که طرف در او تأثیر ایجاد شود، نهی که دشمنی ایجاد شود.
یعنی طرف بفهمه که این می کاری که انجام میده اشتباهه و به نفعش نیست بلکه به ضررشه. وقتی اگر ما انسان طوری به اصطلاح را برش مطلب را بگوییم که این به این نتیجه برسه که اینمی ضرر داره و فایده نداره، دیوانه خود نیست و کار را انجام بده. خیلی از اوقات که ما عمل معروف و نهی از منکر میکنیم، طرف را روی دنده لج قرار میدیم، یعنی طرف را از خود ما ناراض میکنیم. مثلا شما میفهمین روش داره؟ بله بله بله، 100% روش داره، 100%. یکی از بزرگان که ما نامش نمیگیریم میگه که ما در صف نماز جماعت یک شخصی بوده، اون تو خب به علتی روش تراش میکرده. خب بالاخره انسان است، مسلمان است به هر حال. بعد یک شخص دیگه آمده که خواسته ایره معروف نهی از منکر کنه، آمده مقابلش صف جماعت، صف جماعت روی برویش شیشته، گفته که برادر، گفته بفرمایید، گفته شما مسلمان هستی؟ گفته یعنی چی؟ گفته نه، صدای خود باز بالا کده. ببین این که صدا رو بالا کنه که دیگرا توجهش جلب شوه، در اصل شما شخصیت این نفر خورد کده، همون رقم که شیشه خورد در میشه انظار عمومی. در انظار عمومی ما روایت هم داریم که رقمی نباید امرو من رو نه از من. گفته نه، من شما سوال میکنم تو مسلمان هستی یا نه؟ گفته او برادر چی که پس که از من سوال میکنی؟ های سجاده مسجد آمدیم در حال نماز خواندن. گفته تو اگر مسلمان استی ایر چرا تراش کردی؟ درست است، ممکنه حکمی داشته باشه تراش کردن ریش بنابر احتیاط واجب حرام باشه یا بعد یا بخی فتوا دادن بالاخره یک حرامی رو مرتکب شده و از طرف اهل نماز، اهل نماز جماعت مسلمان خاص و به معروف نهی از منکر کنم نباید رقم رو. و این شخص روایت میکنه، راوی میگه ای از همونجی سجاده و جا نماز خودش جمع کرد، گفت دیگه مرا به نماز و به جماعت شما کار نیست. و میگن اتفاقا یکی از دشمنان سرسخت مسیر هدایت شد. نتیجه برعکس شد. نتیجه برعکس شد. پس در مرحله اول ما باید سعی کنیم که فعلا مال امر و معروف نهی از منکر کنیم، آیا احتمال تاثیر داره یا نداره؟ اگر دیدیم احتمال تاثیر نداره بلکه قضیه چی میشه؟ برعکس میشه، واجب نیست ما امر و معروف نهی از منکر کنیم. باز امر و معروف نهی از منکر مراتب داره. از این انزجار قلبی شروع میشه، کم کم زبانی، کم کم عملی، اینا رو باید رعایت کنه. اگر این پدر مادر میخوای امر معروف کنه، او که باز قضیهش کاملا چی میکنه؟ فرق میکنه. اگر برادر کوچکترش، خوار کوچکترش میخوای امر معروف کنه، حسینی جناب ناصری میگم حسینی، یعنی واقعا امر معروف کردن و نهی از منکر هنره. اگر نداری بیش سر جای خود. چرا؟ چون میگم که میخواست طرف ابروی طرف جور کنه، از چشمش چی کن؟ کور کرد. پس اگه هنر نداره، خدای تبارک و تعالی نخواسته. از آدم بی هنر چیزی نمیخواد. اگه هنرش نداره، اگه تجربهش نداره، یک جای بیش. همون ده انزجار که می دلت از این قضیه نفرت داشته باشه، بعد به این کافیه. چرا؟ چون تو میزنی کارا خراب میکنی. پس خیلی مهمه. و این که امر معروف های ما بیشتر در جامعه نتیجه برعکس میده. یکی از علتاش اینه که ما روش امر معروف نهی از منکر ما بسیار 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 غلطه. و وقتی روش غلط باشه، ما قطعا نتیجه چی میگیریم؟ معکوس میگیریم. بله، آن هم در این دوره که متاسفانه حوصله مردم برای گفتگو، برای گفتمان کم شده. بله، و در واقع آن هم در یک محیط خانوادگی، پدر، مادر، خواهر، برادر، شاید به خاطر یک جمله، یک کلمه نابجا که ما در دل خود فکر میکنیم که یک کار خوب، یک کاری که نفع داره به خود ما و به دین ما، ولی نتیجه برعکس میشه. شاید همان راوی و همان روایتی که حضرت عالی فرمودید شاید سجاده را جمع کنه. بله، من یک نکته دیگر میمونجا اضافه کنم جناب آقای ناصری عزیز. ما وقتی کسی را امر معروف و نهی از منکر میکنیم، یک گپ را میخواییم بگوییم، قبلش همین گپ را با خود ما بگوییم. احسن. ببینیم ما چه رقم برداشت میکنیم، ناراحت میشیم، خوشحال میشیم، چه رقم. و حضرت علی علیه السلام هم داره که میگه که تو مردم را به جای خودت قرار بدی، یعنی خودت به جای مردم قرار بدی، آنچه را که برای خودت میپسندی برای مردم هم بپسند، آنچه را که برای
خودت نمیپسندی برای مردمم چی؟ ما پسند. پس ما خودم جای مردم قرار میدم. خب اینا رسولی ما اینی گپ میخوایم به تو بگم، چه رقم بگم، با چه روشی بگم که چی میگذاره تاثیر گذار باشه، که اگر رقم باشه قطعا امر معروف نهی از منکر ما نتیجه میده و جامعه ما و خانواده ما انشالله خانواده متدین و با ایمان خواهد شد. بسیار عالی استاد، بسیار جواب قانع کننده و بسیار با زبان صمیمی گفتین. و در این دوره من احساس میکنم که دنیای اشاره هاست، یک اشاره کنی طرف میفهمه. العاقل یکفیه الاشاره، عاقل را یک اشارت کفایت میکنه. میگه اگر در خانه کس است یک حرف بس است. حدودا 3 دقیقه ما در این بخش در خدمت تایم داریم. یک سوال دیگه از شما در همین زمینه خواهیم پرسید. مثبت 93 77 4 شماره آخر 79 78 78 پرسیدن که ما مجبور هستیم گاهی اوقات به بعضی از مجالس برویم، بعضی از مجالس دعوت میشیم که در آن موسیقی پخش میکنن و در واقع ما ناگزیر هستیم از شرکت در اون مجلس و گوش دادن به اون موسیقی. وظیفه ما چی است؟ خواهش میکنم. این که انسان در یک مجلس دعوت میشه که باز در اون مجلس موسیقی نواخته میشه دیگه، نواخته باید بگیم دیگه، نواخته میشه. موسیقی نواخته میشه و چاره شرکت هم نداره. ما خدمت از این عزیز عرض کنیم که معمولا در مجالس عروسیه دیگه، مجالس شادی کار، در مجالس غم که کسی کار انجام نمیده. این رقم هم نیست جناب، حالا ما در خیلی مجالس ما شرکت کردیم، شما هم شرکت کردید، این رقم نیست که از بی بسم الله مجلس تا تای تمت مجلس زدن گفتن باشه و درنگ و درنگ و نواختن موسیقی باشه. بالاخره یک تایمایی هست که در او نیست موسیقی نواختن نیست. کفایت بکنه انسان بره و صاحب مجلس، پدر داماد، پدر عروس یا هر کسی دیگه است، یک اعلان حضور بکنه، سلام علیکم و رحمت الله، مبارک باشه انشاءالله، چند دقیقه بشینه. به محضی که نواختن موسیقی شروع شد میتونه حضور بخواه بگه خب ما دیگه آمدیم در خدمت شما هستیم، بیشتر از این شیشته نمیتونیم. و امونج هم اگه زمینی امر معروف نهی از منکر بود، حتما امونج هم باید امر معروف نهی از منکر را یادش نره. اگر که دید که نه دیگه زمینی نیست، خب بالا میشه میره. البته در بعضی عروسی ها و شادی ها یک جاهای دیگر اختصاص داده برای کسایی که اهل شنیدن موسیقی اینا نیستن، میتونن اونجا تشریف برن باشن. و البته در تمام این مراحل امر به معروف و نهی از منکر یادشان نرود. و ایترم نه ایرم ما حجت شرعی نداریم که هیچ در این مجالس شرکت نکنه. حتی در همون جایی که هم ممکنه موسیقی نواخته شده انسان گوش ندهد، درست گوش انسان میخوره. و البته اگر حضور ما در او مجلس نواختن موسیقی تأییدی بر این کار باشه، جایز نیست که انسان در او مجلس چی کنه؟ شرکت کنه، باید از مجلس برایه. بله، ما مشابه همین سوال در برنامه قبل داشتیم که عزیزی دلی میگفت من گاهی اوقات مجبور هستم برای خرید به مراکز خریدی روم که اونجا بالاخره موسیقی پخش میشه. خب این ناگزیر هستی، بله. خریدت انجام میدی و نرفتی برای موسیقی گوش کردن، یعنی گوش دادن غیر از به گوش خوردن. بله. ممکنه خیلی جاها به گوش انسان بخوره، یه حرام نیست، مشکل نیست، ولی گوش دادن خب کی بود؟ احمد زاهر بود، کدام خواندنش بود؟ این دیگه چی میکنه؟ مشکل ایجاد میکنه. البته احمد زاهر رو که همه ملت میشناسه، حالا کسی نگویه که آخون صاحب احمد زاهر از کجا میشناسه. بله، بسیار لطف کردین استاد. در بخش بعدی همچنان با شما خواهیم بود. با ما باشید در بخش سوم به وقت بیداری. هنوز سوالات شما عزیزان باقی ماند. خداوندا، زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر به سوی فکر دیگر پرواز می کند. در میان چنین هیاهویی شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن می گوید دشوار است. خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روزمره
بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند. چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای تو را که پر از لطف و زیبایی است به چشم دل مشاهده کنم. مهربانا هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. جز تو چه جوییم و جز تو که را خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امید دارم. خداوندا لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راه من تنها مگذار، که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است. ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد، لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین. پرشکسته به بالا نمی رسد هرگز، تلاش می کند اما نمی رسد هرگز. کبوتری که هوایی نشد در این وادی، به آسمان تمنا نمی رسد هرگز. عرض درود و احترام محضر یکایک شما مؤمنان گرامی، شما که در این شبها و روزها همچنان همراهی کننده بسیار مفید، بسیار محترم تلویزیون جهانی عادی هستید و از همه شما التماس دعای خیر داریم. در همین ابتدای بخش سوم از همه شما دعا میکنیم تا برای بزرگترهای ما، برای آنهایی که سایهشان برای سر ما، سایبانی بسیار محکم و بسیار درجه یک هست، دعا بفرمایید. همچنان با به وقت بیداری در به شبی که سوالات احکام شما عزیزان ما قرائت میکنیم و جناب استاد رسولی عزیز جواب میتن، در خدمت شما هستیم. استاد عزیز، بخش سوم من این رقم آغاز کردم که دعایی کردم برای بزرگترهای ما، برای کلانترهای ما. حرف از خانواده شد، گپی از امر معروف و نهی از منکر در محیط خانواده شد و ما را بردین به یاد بزرگترهای ما. بالاخره افتادیم و دعایی کردیم. اگر بالاخره وقتی شما گرفته شد عذرخواهی میکنیم. خواهش میکنم استاد. سوال بعدی یک سوال خانوادگی هست، مانند سوالات قبلی اما رنگ و بوی متفاوت تر داره. عزیز دل ما با نمبر مثبت 9377 چهار شماره آخر 2508 سوال کردن که همسر من وقتی که از خانه میخواین به بیرون روند، به دیدار اقوام روند، به دیدار دوستان روند، از من اجازه نمیگیرن و اگر هم از ایشان بخوایم که از من اجازه بگیر ناراحت میشن. وظیفه ما چیست؟ بسیار عالی. سلام مجدد خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب حسینی بزرگوار، ما یک خانواده وقتی که تشکیل خانواده میشه، یعنی زن و مرد با ازدواج و ایراد خطبه عقد به هم دیگر محرم میشن و زیر یک سقف چی جمع میشن. بله. این دو شخص یک سری حقوق نسبت به هم دیگر داره و حقوق به دنبال خودش چی میاره؟ تکلیف هم میاره. تکلیف. یعنی جایی که حقوق باشه تکلیف هم هست، جایی که تکلیف باشه حقوق هم هست. رابطه تنگاتنگ بین حقوق و تکلیف هست. خانم و زن و جنس مؤنث بر بالای مرد یا جنس مذکر یک سری حقوقی داره که از جمله از اینا مهریه هست و نفقه هست و حق همخوابی هست و حق خانه داشتن و الی ماشاءالله.
خب وقتی یک سری حقوق هست، یک سری پس حقوق میشه به گردن شوهر. شوهر تکلیف میشه به گردن کی؟ به گردن خانم. خانم و یک از تکالیف ایست که خانم هنگام برآمدن از خانه باید شوهر چی بگیره؟ اجازه بگیره. و این ظلمم نیست، استبدادم نیست. شما تصور کنید در یک کشور یک پادشاهی، یک وزیری، جنگ نیست، ستیز نیست، اداره یک کشور پادشاه یا رئیس جمهور یا صدر اعظم داره، بعد یک رتبه پایین تر وزیر و معاونشه. برای اداره، نه برای جنگ، نه برای ستیز، برای اداره. خود در این حال کسی که در رأس به عنوان پادشاه یا به عنوان صدر اعظم، یک کسی دیگه، او کسی که مقدار رتبه شدی پایین تر است، برای کارهای خودش چی میگیره؟ اجازه میگیره. یه رقم نیست که خود مختار باشه هر کار دلش خواست چی انجام. و این نیست مگر به خاطری که این کشور و این جغرافیا خوب چی شوه؟ اداره شوه. در خانواده هم برقم است. بحث جنگ و گپا که نیست. برای اداره خوب خانواده، برای که خانواده آسیب نبینه، برای که برای خانواده مشکل پیش نیایه، خدای تبارک و تعالی یک سری تکالیف به عهده زن گذاشته. از اون طرف یک سری تکالیف را به عهده کی گذاشته؟ مرد گذاشته. خب مرد مکلف است و وظیفه داره که خرج خانم را چیه؟ بده. خب از اون طرف خانمم یک سر پس یک سری حقوقم به گردن کی داره؟ خانم داره. از جمله حق مرد بر گردن زن اینه که زن بدون اجازه از خانه نبرایه، که اگر زن بدون اجازه از خانه برایه به این زن میگن ناشزه. ناشزه، ناشزه یعنی زنی که اطاعت نمیکنه. و وقتی که زن ناشزه شد، ناشزه فوش نیست، چون ممکنه در ادبیات ما میگن اون زن خود ناشزه است، منظور از اون ناشزه ای کنا میگن فوش. فوش نیست مراد، ناشزه این زنی که از شوهر خودش اطاعت نمیکنه. و زن که ناشزه شد، یعنی از اطاعت شوهر سر بر تافت، یا در مسائل جنسی یا در مسائل تمکین نکرد، یا از خانه بر آمد و هیچ اجازه از شوهرش نگرفت، دیگه یک مشکلی پیش میاد. یا بگیم یک حقی را که داشت بر گردن شوهر، او حق سلب میشه و او نفقه یه. زنی که ناشزه شوه و از اطاعت شوهر سر باز بزنه، دیگه نفقه نداره. بنابراین سعی شوه که در چنین به اصطلاح زندگی هایی حق شوهرم تأمین شوه و حق بانو هم تأمین شوه. گفتیم میدان جنگ نیست، میدان ستیز نیست. ما این تعبیر را به چند مرتبه دیگه هم به کار بردیم و این سفری است که تا بهشت و تا سرای جاوید باید چی داشته باشه؟ ادامه داشته باشه. بسیار. با جنگ و ستیز نمیشه. علاوه بر این، مخصوصا اون زمانی که از این دو، سوم و چهارم و پنجمی هم چیه؟ به وجود آمده باشه، که منظور مراد فرزندانه. پس آموزش خوب بدیم برای آینده ها، که باز آینده ها بتوانن آینده های دیگری را بتوانن تربیت کنن و تحویل جامعه بدن. بسیار تشکر. چه خوب فرصتی است بخش احکام که سوالات شاید به نیت یک حکمی، به نیت یک سوال شرعی دهی برنامه به اشتراک گذاشته میشه. از اساتید محترم کارشناس احکام سوالات پرسیده میشه، اما به یک بحث اخلاقی، به یک بحث اعتقادی بسیار زیبا ختم میشه و بسیار هم آموزشی هست. من خودم واقعا بسیار علاقمند هستم به این بخش احکام، به خاطری که حضرت عالی و دیگر اساتید محترمی که در این تلویزیون جهانی خدمت میکنن واقعا از صمیم دل و از دلسوزی واقعا و سوالات طوری پاسخ میتن که در واقع این پاسخ ها نه تنها فقط یک حکم باشه، بلکه یک راه، یک در واقع یک راه حل برای یک مشکل خانوادگی باشه. این بسیار درجه یک از خود خیرتون مشکل نست. استاد همزبان عزیز ما، فارسی زبان محترم ما از کشور همسایه ما تاجیکستان، با نمبر مثبت 992-94 شماری آخر 2018 یک سوال داره. در خدمتتون. سوالی که شاید با خیلی از سوالات عزیزان ما که در اروپا و در کشورهای آمریکایی، در کشور انگلیس زبان زندگی میکنن اشتراک داشته باشه. از این خاطر که ایشان میگن که ما با انسان‌های رفت آمد داریم که متاسفانه شراب میخورن. وظیفه ما چی است؟ خدمت شما عرض کنم که نسبت به شرابخور، روایات که وقتی که نگاه کنیم بسیار
وعده های سخت داده شده به خود انسانش، شرابخوار ای که نمازش 40 شبانه روز قبول نمیشه. و دیگه البته باز یکی سوال کرد، خب که نماز ما 40 شبانه روز قبول نمیشه، خب ما هیچ نماز نخواهیم؟ نه، نماز تو باید بخونی. خدای تبارک و تعالی گفته ما 40 شبانه روز نماز شرابخوار را قبول نمیکنیم، از باب تهدیده. بله. از او باب که میگه نوشته کردن که میدان مین نزدیک نشوید، نمیگه که میدان مین روی میدان مین نوید. این از این بابه که خدای تبارک و تعالی این اینقدر شراب پلید است و زشت است و رجس و عقل و تمام وجود انسان را تحت تاثیر قرار میده که خدای تبارک و تعالی میگه اگر کسی این شراب بخوره با 40 شبانه روز نماز زوره و روزی زوره قبول نمیکنه. این مساوی با این نیست که ای طرف نماز نخونه. اما معاشرت با شرابخوار، اگر معاشرت با شرابخوار باعث میشه که ما، چون شراب خود نجس است دیگه، شراب یکی از مایعاتی است که حضرت آیت الله العظمى سیستانی و خیلی از فقها فرمودن که نجسه بخیر، یعنی اگر در لباست سرایت کنه لباست چی میشه؟ نجس میشه. اگر رفت و آمد با این باعث این کار میشه که سر سفره باشه، سر سفره این شراب آورده شوه، چون فقهای عظیم الشان میگن خوردن و نشستن سر سفره ای که در اون سفره چی باشه؟ شراب آورده شوه. ولو من نمیخورم شراب. بله. کسای دیگه میخورن سر سفره، حضور در او سفره جایز نیست و انسان باید برخیزه و البته امر معروف نهی از منکر نباید چی کنه؟ فراموش کنه. پس اگر مبتلای به نجاست میشیم، مبتلای به این میشیم که سر سفره ای که شراب آورده میشه ما مجبور هستیم سر سفره بشینیم و غذا بخوریم، قطعا این امور جایز نیست، باید از این امور ما اجتناب کنیم. اما اگر نه، سر سفره شراب آورده نمیشه، طرف شراب خور است، در تاریکی شراب میخوره، پس توی خانه خود شراب میخوره، هر جای دیگه شراب میخوره، و او زمانی هم که ما باش در تعامل هستیم حالت او شراب خوری و نشیش نیست، این اشکال نداره، بازم به شرطی که خوی و خصلت از او در روی ما تأثیر نگذاره، بلکه تأثیر چی باشه؟ برعکس باشه، یعنی خوی و خصلت ما در روی از چی بگذاره؟ تأثیر بگذاره، اشکالی نداره. بله. ولی باید مواظب، یعنی این جوانب احتیاطی رو باید در نظر داشته باشیم. و قطع اگر رحم ما باشه، یعنی رحم برادر ما باشه، خواهر ما باشه، بچه کوکای ما باشه، قطع رحم هم جایز نیست که انسان قطع کنه و با اونا رفت آمد نداشته باشه. بس تشکر. ما در اینجا لازم میدونم از عزیزان عذرخواهی کنم، ما دقایق بسیار کوتاه از به خاطر کمی مشکلات تکنیکی از شما فاصله گرفته بودیم، ولی باز هم این برنامه میتونید در فضای مجازی حتما پیدا کنید و این سوال آخری که استاد جواب دادن پاسخش کامل دریافت کنید. استاد عزیز، وقت ما به اتمام رسیده و از شما میخواییم که دعای بفرمایید و برنامه رو ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ما را با معارف بلند قرآن و معارفی که از زبان و گهربار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم و ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین و صحابه بر ما رسیده و جاری شده آشنا بگردان. الهیم. توفیق عمل و دستورات قرآن و پیامبر گرامی اسلام به ما لطف و کرامت بفرما و آنچه خیر جهان اسلام و جهان بشریت است به ما لطف و کرامت بفرما. اللهم صل علی محمد و محمد و با شما عزیزان بودیم. بسیار شب خوبی بود به خاطر که سوالات بسیار ارزشمند شما عزیزان پرسیده شد، استاد محترم لطف کردن پاسخ دادن. با ما ارتباط همچنان پایدار نگه دارید. شما رو به خداوند بزرگ منان می سپاریم و از شما التماس دعای خیر داریم. اللهم ان هذا منک و من رسولک و من حجتک.